بسم الله الرحمن الرحیم. حکمت الله زین هستم، عضو تیم ملی تکواندو افغانستان. قسمی که شما میبینین مسابقه نهمین دوره مسابقات انتخابی سرتاسری افغانستان است و این بازی ما سر مدال است، سیم فاینال است. انشاءالله که برنده شوم و مقام اول کسب کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وحید عالمی هستم از تیم مهاجرین مشهد. تا اینجا سه بازی را بردیم و سمی فینال با حریف خود بازی. بازم خوش آمدید. مسابقه نیمه نهایی دوم هست میان حکمت الله زین و وحید الله عالمی. حکمت الله از کابل با هوگوی آبی، حریفش وحید الله عالمی با هوگوی سرخ از مهاجرین افغان مقیم ایران که در مشهد زندگی میکنه. با هم قرار گرفتن برنده به فاینال وزن 63 کیلوگرم راه پیدا خواهد کرد. بیننده این رویداد هستین و دیده شده که کدام تکواندوکار فاینالیست این وزن شناخته خواهد شد در وزن 63 کیلوگرم. حکمت الله زین همچنان مسلط هست تا به حال، پرس میکنه حریف، عالمی هم پرس میکنه. میخواست روی بزنه حکمت الله زین که بسته کرد حریف عالمی. یک اخطار گرفت حکمت، اعتراض میکنه به رفری وسط. ببینیم چی مشکل پیش آمده. استاد غفور کارت بلند میکنه، کارت ویدیو ریپلی برای حکمت. خب احتمالا برای اخطار خواهد بود که رفری وسط برای ورزشکار ما اخطار داد. کارت رد میشه، ریجکت میشه. یک بر صفر وحید از مهاجرین افغان مقیم ایران پیش است. بازی ادامه داره، همچنان میخواد که روی بزنه حکمت. بازی خیلی بسته پیش میره. بازی ادامه داره. اختارم گرفت وحید عالمی. همچنان بازی جریان داره. تکواندوی افغانستان دستاوردهای بسیار خوب و تاریخی داشته که میتونیم با مدال‌های المپیکی، قهرمانی جهان، قهرمانی آسیا، بازی‌های آسیایی، مسابقات جنوب آسیا، مسابقات بین‌المللی، در سطح نوجوانان هم ماشاءالله دستاورده خیلی خوب داشته تکواندوکارهای افغانستان و کلن گفته میتونیم که از 2005 به این طرف تکواندوی افغانستان دستاورده فوق‌العاده داشته. ما سال 2005 اولین دوره مسابقات کشور اسلامی در مکه برگزار شد. توسط نصار بهاوی موفق شدیم که مدال کشور اسلامی را به دست بیاریم، کشور اسلامی جهان. بعد از 2006 از بازی آسیایی در دوحه قطر توسط نصار بهاوی موفق شدیم که مدال برنز را به دست بیاریم در رشته تکواندو. 2007 در مسابقات قهرمانی جهان بازم نصار بهاوی موفق شد که در بیجینگ چین، هادی سایی دارنده دو مدال طلای المپیک
و چندین مدال آسیا و جهان را که بعد از استیون لوپز پر افتخار ترین تکواندوکار دنیا است را ببریم و اولین مدال جهانی تاریخ ورزش افغانستان را کسب کنیم. اما 2008 سال فوق‌العاده رویایی بود برای ورزش افغانستان که روح الله نیکپا در تاریخ حضور 72 ساله افغانستان در بازی المپیک موفق شد که از بزرگترین رویداد ورزشی دنیا که بازی المپیک است که هر 4 سال یک بار برگزار میشه افغانستان با شکست دادن قهرمان های اروپا و جهان موفق شد که صاحب مدال المپیک بسازه که بهترین رویداد و بهترین مدال برای ورزش افغانستان محسوب میشه. 2009 البته در 2008 در نوجوانان هم محمود حیدری و حسن رضایی موفق شدند که از ازمیر ترکیه از مسابقات جهانی نوجوانان دو برنز بگیرند. حسن رضایی و محمود حیدری 2009 در کوپنهاگن دنمارک بازم همین دو نفر سید حسن رضایی و محمود حیدری با پیروزی های متوالی هر کدام با 4 و 5 پیروزی موفق شدند که محمود نقره جهان بگیره و حسن برونز جهان بگیره. 2010 بازم افغانستان توسط جواد لکزایی و نثار بهاوی از بازی آسیایی موفق به کسب مدال شدن. نثار نقره گرفت و جواد لکزایی موفق شد که برونز بگیره. 2011 روحلای نیکپا از مسابقات قهرمانی تکواندوی جهان مدال گرفت. یک روی خوب زد حکمت. 2012 بازم روحلای نیکپا تانست که دومین مدال تاریخی و با ارزش ورزش افغانستان از بزرگترین رویداد ورزشی جهان از لندن کسب کنه که موفق شد افغانستان دومین مدال المپیک را کسب کنه. افغانستان در بخش بزرگسالان فقط دو مدال المپیک تنها و تنها در رشته تکواندو داره. و 2013 سال خوب بر تکواندو افغانستان نبود و ما ویزه مکسیکو را نتونستیم بگیریم. 2014 رومان عباسی مدال برنز بازی آسیایی را گرفت از انچون کوریا. 2015 هم سال خوب نبود بر تکواندو افغانستان. از چلیابینسک روسیه همه تکواندوکارهای افغانستان هیچ مدال نگرفتن. و 2017 سال خوب بود. 2016 هم سال خوب بود چون ما از بازی جنوب آسیا 6 طلا گرفتیم. 2017 نیکپا در قهرمانی جهان خیلی خوب کار کرد. در کوریا اوپن نیکپا 3 پیروزی به دست آورد و 2017 بازم ما کسب سهمیه بازی المپیک جوانان را گرفتیم توسط نثار عبدالرحیم‌زئی و 2018 هم که مدال المپیک جوانان را گرفتیم. خب بالاخره مدام چند دقیقه دستاوردهای بسیار مهم و با ارزش را گفتم، اما قطعا مدال های بسیار خوب از مسابقات قهرمانی آسیا هم داریم که سال 2008 و همچنان 12 و 14 و در این سال ها به دست آمده. دوره نیکپا 3 مدال قهرمانی آسیا هم دارم. مدال رزمی آسیا را هم فراموش کردیم پارتان بگویم. به هر صورت رویدادهای عالی و تاریخی را تکواندوی افغانستان پشت سر گذاشتند و ما توانمندی کسب مدال المپیک داریم در آینده ها هم. 9-3 نتیجه به نفع حالا 9-5 شده و 10-5 شده نتیجه به نفع یک مطلعه زین هست. 10-5 پیش هست و تکواندو کار راوندم راوند سوم هست. خب اعتراض میکنه استاد میرزایی چون رفری کارت استاد میرزایی را پیش خود گرفت. بله
بازم تیم فنی باید ویدیو را چک بکنن. استاد علیزاده، استاد صبور عمری، استاد تمیم هوتک و همچنان استاد بیات. خب ویدیو باید دیده شوه و ببینیم که نظر تیم تکنیکی و فنی چی میتونه باشه. شاهد بزرگترین رویداد ملی تکواندو هستین. بازم وقت زیاد میگیره و کارت ریجکت میشه. کارت ریجکت میشه، مسابقه باید ادامه پیدا بکنه. فعلا وحید عالمی پاکارت میزنه. در اختار دیگم بعد است میره وحید عالمی. وحید عالمی البته از مهاجرین مشهد هست اما برای تیم دایکندی مسابقه کرده. گرند بر سیمی فاینال هم رسیده ای تکوندو کار یک روی میخواست بزنه اما از خط بیرون افتاد و در اختار به دست آورد. ثانیه های پایانی مسابقه هست در راوند سوم و هوگو بازم باید چک شوه تا مشکل نداشته باشه. در هر رویداد که برگزار میشه مسئولین بخش ها و کمیته های مختلف فدراسیون تکواندو زحمات زیاد را متقبل میشن که قابل ستایش و قابل ارج گذاری است. حکمت تا به حال خوب کنترل کرده مسابقه را اما یک روی خورد. بازم روی میزنه وحید عالمی، بازم روی میزنه، در اختار میگیره وحید عالمی. حکمت جدی میشه. هر دو تکوندوکار تکوندوکارهای شایسته هستند و هر تکوندوکارهایی که بیشتر زحمت کشیده باشه قطعا همو نتیجه کسب خواهد کرد. فعلا هر دویشان نتیجه گرفتن، عضویت تیم ملی گرفتن. 12-20 حالا 14-20 نتیجه هست. روی میزنه حکمت، خیلی مقبول روی زد و برنده شناخته میشه. حکمت الله زین قهرمان دوره قبلی بازم به فاینال راه پیدا میکنه. لحظات برتر مسابقه هر دو تکواندوکا رو باید ببینیم. اینجا ببینیم چاگی یا بکک آلی زده شد از طرف حکمت. بسیار مقبول زده شد. جم
میخواست روی بزنه عالمی، ایچم روی زد وحید عالمی. بازم بک کیک